سلام، کیا خادمی هستم که با آموزش درس راهسازی خدمتتونم. این آموزش برای ارائه در فرادرس تهیه و ضبط شده. تو درس اول مروری بر راهسازی انجام میدیم. بخش اول، مفاهیم اولیه. نقشه توپوگرافی، نقشه بر اساس اختلاف ارتفاع. همونجوری توی شکل میبینید هر نقطه از کوه ارتفاعی داره و با دوایری با قطرهای مرکزگرا نشون داده میشه. همونجوری که میبینید هر دایره نشون دهنده یک ارتفاعه و هر چقدر به مرکز دایره نزدیکتر میشیم ارتفاع نقاطش بیشتره. همونجوری توی شکل میبینید ارتفاع دایره کوچیکتر 50 متره که مربوط به قله کوه. شیب طولی مسیر با آی نشونش میدن میشه اختلاف ارتفاع که با دلتایش نشونش میدن تقسیم بر فاصله دو نقطه، اونم با ال نشون میدن. یه نکته، شیب بیشتر کوتاه‌ترین مسیر به ما میده و بالعکسش کوتاه‌ترین مسیر بیشترین شیب به ما میده. و نکته بعدی این که مسیری که به خط مستقیم نزدیک‌تر باشه اقتصادی‌ترین مسیره. یعنی ما سعی میکنیم در راهسازی مسیرهایی رو انتخاب کنیم که به مسیر مستقیم و خط مستقیم نزدیک‌تر باشن، یعنی صاف‌ترین حالت ممکن رو داشته باشن تا اقتصادی‌تر باشن. مثلا فاصله دو شهر A و B 2 کیلومتر میباشه. مطلوب از شیب طولی مسیر بین این دو شهر، همونطور که میبینید نقطه A یعنی شهر A در ارتفاع 10 متری از سطح دریاست و نقطه B شهر B در ارتفاع 30 متری از سطح دریاست. پاسخ، همونجوری توی شکل میبینید فاصله دو نقطه یعنی دو شهر 2 کیلومتره. ما فرمولش رو داریم، آی شیب طولی مسیر برابر است با اختلاف ارتفاع دو نقطه دلتا اچ تقسیم بر فاصله دو نقطه که اینجا 2 کیلومتره. ال برابر است با 2 کیلومتر. ما ال رو تبدیلش میکنیم به واحد متر. چرا؟ چون اختلاف ارتفاع واحدش متره و این متر باید بره. شیب بدون واحده. پس شد ال برابر است با 2 کیلومتر که میشه 2 ضرب در 1000 متر میشه 2000 متر. اختلاف ارتفاع هم میشه سی منهای 10 برابر است با 20 متر. پس شیب طولی مسیر میشه دلتا اچ تقسیم بر دلتا ال که برابر است با 20 متر تقسیم بر 2000 متر میشه 1/100 که میشه 1% شیب طولی مسیر ما. مقیاس، مقیاس عددی میشه فاصله روی نقشه به فاصله در واقعیت. یعنی ما میایم توی نقشه در نظر میگیریم بین دو تا نقطه چه فاصله ای وجود داره، بعد میایم مقیاس روی نقشه رو نگاه میکنیم که معمولا به صورت عددی خطی اینجوری نشونش میدن. اون رو ضرب در 1 تقسیم بر مقیاس عددی بکنیم فاصله در واقعیت به دست میاد یا برعکسش. مثلا 1 تقسیم بر 25000 یعنی 1 میلیمتر روی نقشه مطابق 25 متر روی زمینه. مقیاس به توان 2 برابر است با مساحت روی نقشه تقسیم بر مساحت روی زمین که میشه حالت واقعیش. یعنی ما باز اگر مساحتی روی نقشه انتخاب کنیم تقسیم بر مساحت اون روی زمین کنیم مقیاس به توان 2 به دست میاد. بخش دوم، طبقه بندی راه‌ها. راه‌ها به دو دسته تقسیم بندی میشن، الف عملکرد راه‌ها و ب شیب زمین. ببینیم عملکرد راه چطوری. مدل اول راه شریانی هست که به آزاد راه و بزرگ راه میگن. مدل دوم اصلی و مدل سوم فرعی. شیب زمین، اگر شیب زمین که همون آی باشه کمتر از 3% باشه اون زمین ما هموار یا دشته. اگر بین 3 تا 7% باشه اصطلاحاً بهش میگن تپه ماهور و اگر بیشتر از 7% باشه به اون مسیر کوهستانی میگن. ما شیب طولی مسیر رو قبلا به دست آوردیم بین دوتا نقطه ای و بی که برابر با 1%. حالا بخوایم ببینیم از لحاظ راهی چه مدل زمینیه، نوع راهش میشه هموار یا دشت. متوسط شیب منطقه، آی برابر است با جی بار که برابر میشه با سیگما ال آی جی آی تقسیم بر سیگما ال آی. جی شیب و ال طوله. چجوری به دست میاد؟ برابر است با ببینید شیب متوسط یه منطقه ما میخوایم ببینید. یعنی چند تا نقطه در نظر کنید، چند تا شهر هست، بین اینا میخوایم متوسط شیبشون رو به دست بیاریم. هر کدوم از این شهرها یه فاصله با هم دیگه دارن. مثلا شهر A با B یه فاصله 1 کیلومتری دارن و شیبشون مثلا 2%. B با C فاصله 2 کیلومتری دارن و شیبشون 3%. اینا تو هم ضرب میشن، یعنی طولش ضرب در شیبش میشه، جمع میشه با طول فاصله بی و سی ضرب در شیبشون تقسیم بر مجموع طولا که میشه متوسط شیب منطقه. درس دوم، انواع قوس. انواع قوس شامل قوس دایره ساده، قوس دایره مرکب و قوس قائم میشه. در بخش اول که قوس دایره ساده است به بررسی اجزای قوس، انواع زوایای قوس و بررسی انواع طولها در قوس میپردازیم. همونجور که توی شکل میبینید نمای کلی یک قوس دایره‌ای از مماس ورودی، مماس خروجی، طول قوس که با ال نشونش میدن، طول مماس
که با تی نشونش میدن. رأس قوس با ای، زاویه انحراف یا زاویه تقاطع دلتا که برابر با دی میشه، که به تفصیل در ادامه راجع به هر کدوم از اینا بحث میکنیم. مرکز دایره و درجه قوس، دستبندی اجزای قوس دایره ساده. رأس قوس که با ای نشونش میدن، نقطه شروع قوس بی، ما معمولا از سمت چپ نقطه شروع قوس رو میگیریم که به سمت راست نقطه پایان قوس میرسیم، نقطه سی، و نقطه وسط قوس پی. زوایای قوس دایره، زاویه انحراف یا زاویه تقاطع با دلتا نشونش میده، زاویه مرکزی قوس با او نشونش میده، و درجه قوس که با دی نشونش میده. طولهای قوس دایره ساده، طول قوس بسه یا همون کمان بسه، طول مماس یا طول تانژانت تی، و طول وتر بی سی، یعنی کوتاه‌ترین فاصله بین نقطه بی و سی. زاویه انحراف قوس دلتا، همونجوری که توی شکل می‌بینید با رنگ سبز نشون داده میشه، زاویه ایست که از برخورد دو مسیر مستقیم که همون تانژانت تی باشن و معمولا در صورت سوال داده میشه. همونجوری توی شکل می‌بینید این پاره خطی که آبه در اون قرار داره مماس بر دایره است در نقطه بی، و پاره خطی که آسی در اون قرار داره مماس بر دایره است در نقطه سی. در نقطه ای که این دو پاره خط یا این دو مماس به هم میرسن، به زاویه خارجی که تشکیل میشه دلتا میگه، که زاویه انحراف قوس یا زاویه تقاطع. زاویه مرکزی قوس، زاویه مرکزی قوس رو با دی نشون میدن، یعنی زاویه ای که در مرکز دایره قرار داره یا اصطلاحا زاویه مرکزی. میخوایم به این بپردازیم که این زوایا چه مقداری دارن. یه نکته از قدیم ما میدونستیم که مجموع زوایای داخلی 1360 است. مجموع زوایای داخلی 1 سه‌ضلعی هم 180 درجه است. مقدار زاویه نیم صفحه هم 180 درجه است. یعنی ما یه زاویه نیم صفحه داشته باشیم از دو تا زاویه کوچیک‌تر تشکیل شده باشه، مجموع اینا 180 درجه است. شعاع دایره در نقطه تماس اینجا با مماس دایره تشکیل زاویه قائمه 90 درجه میده. یعنی این قوسی که شعاع دایره ماه با آسی که مماس بر دایره است تو نقطه سی تشکیل زاویه قائمه میده. ما از اینا چه استفاده ای میکنیم؟ چه جوری به ما اینا کمک میکنه؟ همونجور که توی یادآوری اول ما بهش اشاره کردیم، مجموع زوایای داخلی 1360 پس C به اضافه B به اضافه بتا به اضافه D میشه 360. از یادآوری سوم استفاده میکنیم که زاویه C و زاویه B چون در نقطه تماس با مماس دایره تشکیل زاویه قائمه میدن، مقدارشون 90 درجه. پس جای C 90 میذاریم، جای B 90 میذاریم، میمونه بتای به اضافه D. اینا رو ساده میکنیم، بتای به اضافه D مقدارش میشه 180 درجه. یعنی از 360 این دوتا 90 رو کم میکنیم 180 درجه. تو یادآوری دوم ما داریم که مقدار زاویه نیم صفحه 180 درجه است. یه زاویه نیم صفحه ما اینجا داریم، زاویه نیم صفحه A که تشکیل شده از بتای به اضافه دلتا. میمونم می‌نویسیم بتای به اضافه دلتا میشه 180 درجه. یه دستگاه داریم، دو معادله سه مجهول. حالا می‌خوایم از اینجا ببینیم مقدار دی و دلتا چجوری. بتا با هم برابر، 180 با هم برابر، پس دلتا با دی با هم برابر. نکته مهم و کاربردی راجع به زاویه انحراف و زاویه مرکزی، همواره در تمامی قوس‌های دایره ساده زاویه انحراف برابر با زاویه مرکزی باشه، یعنی دلتا با دی برابر. یعنی تو هر قوس دایره ساده که شما فکرشو بکنید مقدار دلتا با دی برابر میشه و هیچ استثنایی شامل نمیشه. نکته، طول کمان روبروی زاویه مرکزی دایره برابر است با آر ضرب در تتا بر حسب رادیان. یعنی چی؟ یعنی این کمان 20 من میخوام حساب کنم مقدارش چقدره، میشه آر ضرب در زاویه بینش، اونم به رادیان. حالا میخوایم درجه قوس حساب کنیم. درجه قوس همونجا قبلا گفتیم با دی نشونش میده. چیه این درجه قوس؟ زاویه مرکزی روبروی قوس یا وتر 10 متره. یعنی اگر ما اینجا یه قوسی داشتیم یا وتری داشتیم که 10 متر بود، زاویه مرکزی روبروی اون میشه درجه قوس. از نکته قبلی استفاده میکنیم، مقدارش ما گفتیم چقدر؟ کمان 10 متره. پس یعنی آر ضرب در این زاویه بر حسب رادیان باشه میشه 10. حالا ما میخواییم مقدارش چه بس بریم؟ دیو به دست بیاریم. پس دی بر حسب رادیان میشه 10 آروم. یه نکته خیلی کلیدیه که کلن به نظرم اینو بلد باشین خیلی جواب کمکتون میاد توی این مباحث. تبدیل رادیان به درجه، مقدار درجه به مقدار کل درجه یه دونه دایره، یعنی دی به 360 برابر با رادیان به 2π. 2π هم همون 360 درجه میشه. اینجوری شما اگر یه موقع رادیان بخواید و درجه رو داشته باشین با یه دونه طرف وسطن ساده بهش میرسید. یه موقع رادیان داشته باشین درجه رو بخواید، به همین شکل.
حالا ما اینجا مقدار رادیان رو داریم، میخوایم تبدیلش کنیم به درجه. پس دی بر اساس درجه برابر میشه با 10 آروم ضرب در این 362 پی رو با هم ساده میکنیم 180 پیوم. مقدار دی بر اساس درجه به دست میاد که یه مقدار سادهش کنیم میشه 573 آروم. پس درجه قوس بر حسب درجه میشه 573 آروم. این شاید یکی از تنها فرمول‌هایی باشه که ما توی این فصل نیاز به حفظ کردنش داریم. تا اونجا که با بتونیم مهندسین عزیز و دوستان گرامی سعی می‌کنیم که فرمولای این فصل رو حفظ نکنیم. بررسی انواع طول‌ها در قوس دایره ساده. می‌خوایم دونه دونه طول‌هایی که توی قوس دایره ساده داریم رو با هم حساب کنیم. فرمولاش رو به دست بیاریم و تا جای ممکن حفظ نکنیم. طول مماس یا همون تی تانژانت میشه طول آبی که همون برابر با آسی. طول قوس دایره ساده L یعنی طول کمان BC. طول وتر قوس میشه خار خط BC که اینجا با C نشونش میدیم. بیسکتریز یا طول خارجی قوس AP برابر با E. طول داخلی قوس PI که برابر با M که با L نشونش میدیم. همونجوری توی شکل میبینید طول قوس یا L رو با رنگ سطح مشخص کرد. L کمان آبیه. از قبل نکتهش رو گفت که مقدار کمان آبی یعنی مقدار کمانی که روبروی زاویه مرکزی دایره باشه برابر میشه با R شعاع ضرب در زاویه بینش بر اساس رادیان. اینو ما میخوایم به درجه تبدیلش کنیم. پس L برابر با R دلتا بفت رادیان یه فرمولیه که اینو خود به خاطر بسپاریم. میخوایم به رادیان تبدیلش کنیم. این نیاز به حفظ کردن نداره. فقط از اون رابطه‌ای که گفتیم برای تبدیل مقدار رادیان به درجه استفاده میکنیم. پس R ضرب در دلتا بر اساس درجه ضرب در پی 180 در انتها L رو به ما میده که بر اساس درجه است. پس L برابر میشه با پی R دلتا بر اساس درجه است بر 180. فاصله مستقیم نقطه شروع قوس تا رأس قوس همون تی یا تانژانت یا مماس توی شکل با رنگ سبز نشون داده شده. برای اینکه ما اینو به دست بیاریم نمیتونیم از کل شکل استفاده کنیم، باید یه بخشی از شکل رو جدا کنیم و باید اون بخش رو جدا کنیم که بیشترین اطلاعات رو راجبش داریم. ما شعاع داریم و این زاویه دلتا رو داریم، پس طبیعتاً دلتا دوم هم داریم. این مثلث رو جدا میکنیم، اینجا برای این سبز نشونش داریم. توی این مثلث ما این زاویه رو داریم، این طول رو داریم که مقدارش آره و تی که مماس باشه رو میخوایم. این از مثلثات دوره دبیرستان به یاد داریم عزیزان که تانژانت برابر با ضلع مقابل به ضلع مجاور. ضلع مقابل زاویه ما چیه؟ تیه. ضلع مجاور ما چیه؟ آره. بنابراین تانژانت دلتا دوم برابر میشه با تی تقسیم بر آر. یه طرف مستطیم میکنیم تی یا همون مماس میشه آر تانژانت دلتا دوم. پس این هم نیاز به حفظ کردن نداره. فقط باید تانژانت رو بلد باشید. یعنی تو هر شکلی، هر قوس دایره‌ای شما که دیدین مماس رو ازتون میخواد، یه دونه تانژانت میزنید برای زاویه دلتا دوم، یه طرف مسطح میکنید مقدار تی به دست میاد. کوتاه‌ترین فاصله این نقطه شروع قوس تا انتهای قوس سی یا همون سی که اینجا با سبز نشونش دادیم. توی این حالت هم ما میایم یه دونه مثلث جدا میکنیم از شکل کلی. مثلثی جدا میکنیم میشه این مثلث BIO. اینجا ما چیا رو داریم؟ شعاع رو داریم، زاویه دلتا دوم هم داریم. تو این حالت از چه فرمولی استفاده میکنیم؟ از سینوس. سینوس دلتا دوم میشه مقابل به وتر. آره اینجا وتره، مقابل چیه؟ سی دومه. پس می‌نویسیم سی دوم تقسیم بر آر. یه طرف وسطی میکنیم، دو درون از درازی کم میکنیم، سی میشه دو آر سینوس دلتا دوم. پس اینم نیاز به حفظ کردن نداشت. هر موقع مقدار سی رو خواستن ما مثلث کوچیک رو ببینید، سی کل این پاره خط حساب میشه. ولی ما برای اینکه بیایم از این مثلث یه راه ساده تری استفاده کنیم به دست آوردنش، از سی دوم استفاده میکنیم. پس این سی رو نصف میکنیم، میایم توی مثلث، شعاع داریم، دلتا دوم هم داریم، دور درد و نزدیک در نزدیک میکنیم، یه طرف وسطه میکنیم، مقدار سی به دست میاد. فاصله بین نقطه وسط قوس تا وسط وتر بزرگ قوس که همون M باشه. تو این حالت هم ما میایم از مثلث قبلی استفاده میکنیم. مثلث قبلی یه نکته کلیدی داشت. چیه؟ اینه که OI برابر با شعاع منهای M. آره منهای M اینجا. حالا تو این حالت از چه فرمولی استفاده میکنیم؟ از کوسینوس. مقدار کوسینوس چیه؟ مجاور به وتر. ضلع مجاور ما آره منهای M، وتر هم که آره. یه خیلی راحت. R کوسینوس دلتا دوم میشه آره منهای M. ما چیو میخوایم؟ M رو میخوایم. R رو میدیم اونور میشه آره منهای R کوسینوس دلتا دوم. از R فاکتور میگیریم میشه R در یک منهای کوسینوس دلتا دوم مقدار M. پس M برابر با فاصله درونی قوس یا طول میانی قوس. با هم دیگه تمرین رو ببینیم. برای اتصال دو شاخه مسیری
از قوس افقی به شعاع 1000 متر و زاویه تقاطع 90 درجه استفاده شد. یه مسیری داریم اینجا برای اتصال دو شاخه‌اش از این قوس افقی که 1000 متر استفاده کرد. طول قوس 1000 و زاویه تقاطع هم 90 درجه است. مطلوب است محاسبه طول قوس، تعیین طول مماس، محاسبه کوتاه‌ترین فاصله بین ابتدا و انتهای قوس. طول قوس که L، طول مماس هم T، کوتاه‌ترین فاصله هم بین ابتدا و انتهای قوس همون C. پاسخ شکلی که داریم اینجا مقدار R داده 1000 متر، دلتا شده 90 درجه، طول می‌خوام به دست بیاریم بر اساس درجه است. پس میشه پی صد در شده من آر ضرب در دلتا واسه درجه پی افته 3 بگیرید، آر 1000 دلتا واسه درجه 90 واسه 180. ساده که کنیم میشه 1000 متر. پس طول قوس ما شد 1500. حالا مماس چقدرش؟ مماس ما گفتیم میایم این مثلث رو جدا میکنیم، یه دونه تانژانت میگیریم اینجا، میشه تی به آر مساوی تانژانت دلتا دوم، طرف وسطن تی میشه آر تانژانت دلتا دوم. آر رو داریم 1000، دلتا هم که 90 تقسیم بر 2 میشه 45، 1000 ضرب در تانژانت 45 این مقدارش برابر با 1، 1000 ضرب در 1 میشه 1000. سی چی؟ سی هم که این مثلث رو جدا میکردیم سینوس رو حساب میکردیم، در آخر سی میشه 2 آر سینوس دلتا دوم، آر 1000 دلتا 90 تقسیم 45 سینوس 45 میشه رادیکال 2 دوم ضرب در 1000 ضرب در 2، در آخر میشه 1400. یه نکته که راجع به این سوال میتونستیم بهش دقت کنیم و سریعتر به جواب برسیم اینه که وقتی میگیم این دلتا 90 درجه است، دلتا با دی برابره، دی هم میشه 90 درجه. سی که نقطه تماس مماس با شعاعه 90 درجه است، اینجا هم 90 درجه. وقتی یه دونه چارزلی سه تا زاویه 90 درجه داریم، پس حتما و 100 درصد بتا هم 90. پس این مربعه. وقتی شعاع رو داده به ما 1000، پس به سرعت میتونیم بفهمیم که تی هم برابر با 1000. یک مربعه و تی هم میشه 1000. این راه سریعتر حالا بگیم تستی برای حل این مسئله که باید بیشتر به شرایط مسئله و مقدارهایی که برای این طول‌ها داده دقت کنیم. تمرین بعدی. این تمرین که مفهومی عزیز. یه با افزایش آر چه اتفاقی برای دیگر پارامترهای قوس ساده دایره ای میفته؟ این فرمول طول قوس L برای پی آر دلتا در اصل مسئله داشته. آر توی صورت کسره با هم یه رابطه مستقیم داریم. پس L اگر بره بالا آر هم میره بالا. برعکس آر بره بالا L هم میره بالا. فرمول مماس تی و آر رابطه مستقیم دارن. شعاع زیاد بشه طول مماس هم زیادتر میشه. مقدار C با مقدار آر رابطه مستقیم دارن. آر بره بالا C هم میره بالا. مقدار ام و آر هم اینجا رابطه مستقیم داره، آر بره بالا مقدار ام هم میره بالا. تنها در یک جا هست که مقدار آر با دی رابطه عکس دارن که اونم درجه قوس، هر چقدر آر یا شعاع دایره بیشتر بشه درجه قوس کمتر میشه. تمرین بعدی. درجه قوس دایره ساده طول وتر 200 متر و طول مماس 125 متر، مقدار زاویه تقاطع دلتا چند درجه است؟ طول وتر که سی، طول مماس هم تی. بریم با هم دیگه حلش کنیم. این فرمولاشو نمی‌بینیم. سی میشه 200 برابر با 2 آر سینوس دلتا 2. تی میشه 125 برابر با آر تانژانت دلتا 2. اینا رو با هم دیگه تقسیم می‌کنیم. آر با هم دیگه میره 200 تقسیم بر 125، سی تقسیم بر تی برابر میشه 2 سینوس دلتا 2 تقسیم بر تانژانت رو میایم باز می‌کنیم، سینوس دلتا 2 به کوسینوس دلتا 2 که بتونیم ما سینوس رو بزنیم. در آخر سی به تی میشه 2 تا کوسینوس دلتا 2. طرف این وسطن که کنیم جاگذاری بکنیم 2000 تقسیم بر 2 ضرب در 125 برابر کوسینوس دلتا دوم که میشه 8 همون برابر کوسینوس دلتا دوم که اینجا دلتا دوم رو حساب کنیم میشه 30. پس مقدار دلتا میشه 60 درجه. گزینه سوم. تمرین بعدی. با توجه به شکل زیر اگر نقطه پی وسط قوس باشه، میگه اگر نقطه پی وسط قوس باشه طول فار خط آپی رو حساب کنید. آپی به توان 2 برابر است با ام به توان 2 به اضافه سی دوم به توان 2. میایم از آپی جذر میگیریم، این ور میمونه آپی رادیکال ام 2 به اضافه سی دوم به توان 2. حالا میبینو بازی میکنیم، جای ام میذاریم آر در 1 منهای کوسینوس دلتا دوم کلا به توان 2 به اضافه ای. جای سی دوم میذاریم آر سینوس دلتا دوم. حالا زیر جذر رو با هم دیگه باز میکنیم، سادهش میکنیم ببینیم به چی میرسیم. آر دوم میکشیم بیرون، یه دونه آر دوم اینجا داریم، یه آر دوم هم اینجا داریم. اینو میکشیم بیرون از جذر، میمونه یکی منهای کوسینوس دلتا دوم به توان 2 اضافه سینوس 2 دلتا دوم. حالا اینو بازش میکنیم میشه یکی به اضافه کوسینوس 2 دلتا دوم به اضافه سینوس 2 دلتا دوم منهای 2 تا کوسینوس دلتا دوم که مقدار کوسینوس 2 دلتا دوم به اضافه سینوس 2 دلتا دوم میشه 1. یکی از فرمولای اصلی مثلثات که مجموع کوسینوس به توان 2 به اضافه سینوس به توان 2 میشه 1. چی میمونه اینجا؟ میمونه 2 منهای 2 تا کوسینوس دلتا دوم. از دو فاکتور میگیریم، یه فرمول دیگه داریم یکی منهای کوسینوس 2 که برابر با 2 تا سینوس 2 دلتا 4 ازش جذر میگیریم،
در آخر میمونه دو آر سینوس دلتا چهارم. پس گزینه یک جواب درسته ما. تمرین. در طراحی یک مسیر افقی از یک پست دایره ساده مطابق شکل استفاده شد. مقدار طول خارجی ای برابر کدام گزینه است؟ برای محاسبه ای ما میایم می‌نویسیم کوسینوس دلتا دوم برابر با مجاور به وتر، یعنی آر تقسیم بر آر به اضافه ای. طرفین وسطی رو بکنیم، آر در کوسینوس دلتا دوم به اضافه ای در کوسینوس دلتا دوم برابر با آر میشه. ای کوسینوس دلتا دوم یه بر نگه می‌داریم، آر کوسینوس دلتا دوم می‌بریم اون و ازش فاکتور می‌گیریم، ساده می‌کنیم، مقدار ای برابر میشه با آر در یک به روی کوسینوس دلتا دوم منهای یک، یا یک تقسیم بر کوسینوس دلتا دوم میتونیم بنویسیم سکانت دلتا دوم. پس گزینه سه جواب ما میشه. تمرین بعدی. در قوسی به شعاع 150 متر و طول قوس 314 متر. طول خارجی قوس یا همون ای هم 150 متر. طول میانی قوس چند متره؟ آر برابر با 150. طولش هم طول قوس هم میشه 314. مقدار ای شده 150. میذاریمش توی فرمول که برابر آر در یک به روی کوسینوس دلتا دوم منهای یک. مقدار داخل پرانتز مخرج مشترک میگیریم، میشه 1 منهای کوسینوس دلتا دوم تقسیم بر کوسینوس دلتا دوم. آر در 1 منهای کوسینوس دلتا دوم اگر یادتون بیاد برابر با چیه؟ با ام. پس ما اینجا داریم ای مساوی با ام به روی کوسینوس دلتا دوم. جای ای میذاریم 150. پس میشه ام به روی 150 مساوی کوسینوس دلتا دوم. از قبل هم میدونستیم که مقدار ال برابر با آر ضرب در دلتا. آر که داریم 150، پس 314 برابر با 150 ضرب در دلتا. از اینجا مقدار دلتا برابر میشه با 314 تقسیم بر 150. حالا خود دلتا چیه؟ میشه 100 ضرب در پی تقسیم بر 150 ضرب در 180 پی. مقدارش به درجه. جاگذاری که بکنیم و ساده بکنیم دلتا میشه 120. اینجا ما امو نداریم، امو میخواییم، ای 150، دلتا هم دستوریم 120. پس جاگذاری که بکنیم مقدار دلتا رو، ام به روی 150 میشه کوسینوس 120 تقسیم بر 2، که از اینجا مقدار ام میشه 75. گزینه سوم. جنبندی. تا حالا هر چیه گفتیم میخوام یه جنبندی کنیم ببینیم کلن با چه فرمولایی آشنا شدیم و چجوری هر زاویه و یا هر طولی رو به دست بیاریم. یه تبدیل واحد کلی داریم که قبلا گفتیم زاویه به 360 میشه رادیان به 2π. یه بخشی هم میتونیم اضافه کنیم که معمولا توی سوالا نمیاد ولی برای اطلاعات کلیتون خوبه که بدونید گرادیان به 400 هم میشه توی این رابطه برای تبدیل واحد استفاده کرد. به طور کلی هم گفتیم که هر چقدر شعاع بره بالا، طول مماس کوتاه‌ترین فاصله بین نقطه B و C، مقدار M و مقدار E زیاد میشه و تنها چیزی که کم میشه مقدار D و درجه قوسه. درجه قوس اگر رادیان باشه برابر میشه با دی برابر از 10 تقسیم بر آر به واحد متر. اگر درجه باشه دی به درجه برابر از 573 تقسیم بر آر بر حسب متر. طول قوس هم که ال برابر با آر ضرب در دلتا بر حسب رادیان، اگر واسه درجه بخواد ضرب در پی 180 مش میکنیم که فقط تبدیل واحد. طول مماس هم که برابر با تی مساوی آر تانژانت دلتا دوم. طول وتر بزرگ که سی باشه میشه دو آر سینوس دلتا دوم. طول درونی یا طول میانی برابر میشه آر در یک منهای کوسینوس دلتا دوم. طول بیرونی یا بیسکتریس ای میشه آر در یک بر روی کوسینوس دلتا دوم منهای یک، که اینا رو ما با هم دیگه در نظر بگیریم مقدار ام متقسم بر ای کنیم برابر میشه کوسینوس دلتا دوم، که ای میشه تی، یعنی تی به همون مماس ضرب در تانژانت دلتا چهارم. و طول وتر کوچیک مقدار پی برابر میشه 2r سینوس دلتا 4. قسمت دوم، مفهوم کیلومترش. توی شکل نگاه میکنیم یه سری نقاط اصلی ما داریم. نقطه A، نقطه B و نقطه S. کیلومترش نقطه A، کیلومترش نقطه B و کیلومترش نقطه C. اگه بخوایم کدوم اینا رو به دست بیاریم، مثلا کیلومترش نقطه B. اگر بخوایم به نقطه B برسیم، کیلومترش نقطه A رو داریم. مثلا توی صورت سوال به ما داده از نقطه A مقدار L حرکت میکنیم به نقطه B میرسیم. فکر کنید سوار ماشینین، تو نقطه A هستین و میخواییم به نقطه B برسیم. پس مقدار کیلومتراژ نقطه A رو با مقدار طول L که طول قوس ما باشه جمع میکنیم کیلومتراژ نقطه B برسیم. حالا بخوایم فکر کنیم از نقطه S میخوایم بیایم برسیم به نقطه B. مسیر زرد رنگ یا نارنجی رنگ مسیر ممنوع است. ما نمیتونیم از کیلومتراژی که برای S مشخص شده به نقطه B بیایم. مجبوریم از S برگردیم به نقطه A، یعنی از مقدار S تنزی T وارد که همون T طول مماس باشه کم میکنیم، برمیگردیم نقطه A. حالا از نقطه A بخوایم بریم B چیکار میکنیم؟ به اضافه Lش میکنیم. پس به اضافه طول قوس میشه. به طور کلی مقدار کیلومتراژ S اگر تو نقطه A باشیم با یه T جمع میشه، یعنی طول مماس رو باش جمع میکنیم. پس میشه کیلومترش نقطه A
به اضافه مقدار مماس برابر میشه با کیلومتراژ نقطه S. مفهوم کیلومتراژ هم به این صورته که مثلا ما داریم کیلومتراژ 6410 متر. این تبدیل میشه به 6 کیلومتر و 410 متر. اینجوری مینویسیمش. یا مثلا 105 کیلومتر به اضافه 97 متر میشه 105097 کیلومتر. میریم واحد کیلومتر رو 3 تا صفر جلوش میذاریم، 105000 میشه به اضافه 97 متر. این تمرین رو هم دیگه حل کنیم. یک قوس افقی داره زاویه مرکزی 90 درجه. کیلومتراژ رأس قوس 1 و ارتفاع قوس 400 متره. کیلومتراژ نقطه نهایی قوس کدومه؟ یعنی ما نقطه B رو می‌خوایم. دلتا که 90 مربع، همونجوری توی یکم مثالایی که توی قسمت قبلی دیدیم بررسی کردیم، اگر زاویه دلتا برابر 90 درجه مربع و مقدار شعاع و مماس با هم دی برابر میشه، پس T برابر R میشه 400. کیلومتراژ نقطه A برابر کیلومتراژ نقطه S منهای T. ما رأس قوس رو داشتیم که 1 کیلومتر بود، میایم ازش مقدار مماس رو کم میکنیم، 400 ازش کم بشه میشه 0 کیلومتر به اضافه 600 متر. حالا میخوایم بریم نقطه B. نقطه B چه جوری میتونیم بریم از نقطه A به اضافه طول قوس؟ طول قوس رو باید به دست بیاریم، میشه P ضرب در 400 که R باشه ضرب در 90 تقسیم بر 180 میشه 628. پس جاگذاری میکنیم، مقدار کیلومتراژ A میشه 600 متر به اضافه L که شده 628 متر میشه 1 کیلومتر و 228 متر که میشه گزینه 4. قسمت سوم، پیاده سازی قوس دایره. مراحل اجرای قوس به این صورت که گام اول ابتدا نقطه معلوم آیو بر روی دایره که میخوایم مشخص میکنیم. این نقطه رو صورت سوال ممکنه به ما داده باشه، در نظر میگیریم اون نقطه رو که میشه مثلا آی که با ایکس آ و ایگرگ آ مشخصش میکنیم. گام دوم تعیین دستگاه مختصات. ما یه ایکس و ایگرگ در نظر میگیریم برای محورهای مختصاتمون. گام سوم مشخص کردن نقطه شروع قوس به عنوان مبدا مختصات و مسیر ورودی به عنوان ایکس و امتداد شعاع قوس به عنوان محور ایگرگ یا برعکس. گام چهارم نوشتن معادله دایره و قرار دادن مختصات نقطه آی در اون. معادله دایره به این صورت که x منهای x صرف x صرف بر x مرکز دایره است به توان 2 منهای y منهای y صرف به توان 2 که y صرف هم برای مرکز دایره است برابر با r2 r شعاع دایره است. مقدار i هم که اون نقطه دلخواهیه که توی مسئله به ما دادن، معمولا این نقطه رو به ما میدن. با هم دیگه تمرین رو ببینیم. اگر پیاده کردن قوس از مبدا نقطه‌ای با مختصات P x مساوی 50 y مساوی 2، این همون نقطه آی که با تو مسئله میده، جز نقاط قوس باشه، شعاع قوس چند متر؟ پس از ما آر رو میخواد. پاسخ این معادله کلی دایره است. مقدار صفر آر که برای مرکز قوس ما توش جاگذاری میکنیم به عنوان x صفر و y صفر. 50 به توان 2 به اضافه y منهای r به توان 2 برابر میشه با r بزرگ. r یعنی شعاع دایره. ساده میکنیم توانا رو. در آخر به این میرسیم که x2 به اضافه y2 میشه 2r y. مقدار r برابر با x2 به اضافه y2 تقسیم بر 2y. مقدار x2 و y رو توی صورت سوال به عنوان نقطه P به ما داده. x 50 50 به توان 2 میشه 2500 y هم 2 به توان 2 میشه 4 تقسیم بر 2 ایره که میشه 4 میشه 626 متر. پس جواب میشه گزینه 3. تمرین بعدی، در تریک راه در منطقه تپه ماهور مطابق شکل بین 3 مسیر مستقیم AB, BC و CD یک قوس با انحنای ثابت طراحی شد. وقتی میگه انحنای ثابت یعنی منظورش دایره است. اگر حداقل شعاع قوس 1000 متر و زوایا دلتا ایش 90 درجه و دلتا 150 باشه، حداقل فاصله BC چقدر؟ برای پاسخ دادن بهش میایم شکل رو نگاه میکنیم. ما اینجا میتونیم این شکل رو به دو تا شکل مجزا تقسیم کنیم. یعنی دو تا مماس که AB و B تا نقطه وسط که حالا بگیم P باشه هست و PC تا CD. همونجوری که گفتیم انحنای ثابت یعنی دایره. T1 که طول مماس 1 رو در نظر بگیریم برای اینجا میشه R تانژانت دلتا 2. مقدار دلتا اینجا ما 90 درجه، چون توی صورت سوالم به ما گفته که دلتا 1 90 درجه است. ما اینو داریم 90 میذاریم تقسیم بر 2 R تانژانت دلتا 2 شده 1000. و مقدار T2 که ما T2 رو میتونیم اینجا در نظر بگیریم میشه R تانژانت دلتا 2. اینجا برای ما 150. این 90 150 منهای 90 میشه 60. پس دلتا رو اینجا میذاریم 60 تقسیم بر 2 سی، تانژانتش میشه رادیکال 3 سوم. پس ما یه دونه مماس اینجا داشتیم، این مماس با این مماس برابره، مقدارش T1. این مماس هم با این مماس برابره، مقدارش T2. پس صورت سوال از ما مقدار T کلی رو خواسته، یعنی BC که میشه مجموع T1 به اضافه T2. جاگذاری میکنیم 1000 به اضافه 1000 رادیکال 3 سوم
میشه حدودا 1500، که وقتی که گفته حداقل فاصله 20 چقدر باشه، نزدیکترین گزینه به ما گزینه 1700، یعنی 1000 رادیکال 3 گزینه 4. یک قوس دایره ساده به شعاع 500 متر در مسیر مستقیم را که در کیلومتراژ 18815.2 با زاویه انحراف 110 با همدیگر تلاقی نموده به یکدیگر متصل ساخته است. کیلومتراژ شروع قوس چقدر است؟ مقدار تانژانت 55 درجه می گفته بگیرید 1.43. کیلومتراژ A برابر با کیلومتراژ S منهای T، یعنی باید از نقطه رأس قوس بنزین مماس برگردیم که کیلومتراژ A رو به دست بیاریم. مقدار کیلومتراژ رو به ما داده 18815. منهای تی، تی میشه شعاع ضرب در تانژانت دلتا 2. شعاع 500، تانژانت هم 110 که تقسیم بر 2 میشه 55. پس 18815 منهای 500 ضرب در تانژانت 55 که توی صورت مسئله ما گفته 1.43 بگیریدش، در کل میشه 18101.26. اینو از هم جدا بنویسیم میشه 18 کیلومتر به اضافه 101.3 متر، میشه گزینه 4. قسمت 4، طول صرفه جویی در قوس دایره ساده. این قسمت در مجموع در سوالات کنکور کمتر تکرار شده، ولی باز هم قسمت مهمیه برای دانش کلی. اگر بخوایم در یک مسیری سرعت طرح رو افزایش دهیم، باید به تبع آن شعاع قوس افزایش یابد. با افزایش دادن شعاع قوس طول مسیر کاهش پیدا میکنه که این طول رو طول صرفه جویی مینامند. اگه بخوام بیشتر راجع به مسئله صحبت کنم، فرض کنید یک مسیری میزان سرعت طرحش 80 کیلومتر. بنا به محاسبات مهندسی انجام شده، تصمیم بر این شده که میزان سرعت طرح رو بیان 100 کیلومتر کنه، یعنی سرعت طرح رو افزایش بده. خواست سرعت طرح بخواد افزایش پیدا کنه، باید شعاع قوس رو افزایش بده. وقتی شعاع قوس افزایش پیدا میکنه، طول مسیر کاهش پیدا میکنه، که به اصطلاح به این کاهش طول مسیر طول صرفه جویی میگه. و در ادامه ما میخواییم به محاسبه طول صرفه جویی بپردازیم. طول کمان آبی بزرگ اینجا میشه R ضرب در دلتا، R شعاع بزرگ ضرب در دلتا زاویه بینش. طول کمان کوچیکتر هم میشه شعاع بزرگتری ولی با R کوچیک نشونش میدیم ضرب در همون دلتا. AA که برابر با BBA میشه طول مماس بزرگتر منهای طول مماس کوچیکتر که برابر با R تانژانت دلتا دوم منهای R کوچیک ضرب در تانژانت دلتا دوم. حالا ما میخواییم مقدار این AA و BB رو به دست بیاریم، از تانژانت دلتا دوم فاکتور میگیریم میشه R در R منهای کوچیک. طول مسیر یک، مسیر یک کجاست؟ میشه اینجا، یعنی از B بزرگ تا B کوچیک مقدار B تا I کوچیک و A تا I بزرگ. این مماس میشه دو تا T منهای T کوچیک به اضافه طول کمان AB کوچیک. میشه 2 در R منهای R کوچیک در تانژانت دلتا دوم به اضافه R ضرب در دلتا. طول مسیر دوم چی؟ میشه کمان آبی. خیلی راحت از فرمول طول قوس به دست میاد. L میشه R دلتا. حالا ما بیایم طول مسیر اول و منهای طول مسیر دوم کنیم، طول صرفه جویی برامون به دست میاد که ساده شدهش به صورت زیر میشه.